22 ماه مارس گروهی از افغانهای مقیم هلند جشن نوروزی برگزار کردند. در این جشن که در شهر دوردرخت هلند برگزار شد، حدود 200 نفر از مردم و هنرمندان و چهره های افغانستان حضور داشتند. این برنامه نوروزی با ابتکار اتحادیه انجمنهای افغانها در هلند، بنیاد همکاری افغانستان هلند و اتحادیه خراسان انجام شد. در این مراسم حضور زنان افغان مقیم هلند برجسته بود. ناهید آلومی، دبیر مسئول اتحادیه انجمنهای افغانها در هلند و مدیر مسئول مجله بانو. اتحادیه انجمنهای افغانها که از سال 2003 به این طرف یک نهاد اجتماعی سراسری است و بزرگترین نهاد سراسری در هلند است که ما امرای خود در حدود 30 تا 35 انجمنهای محلی را امرای خود یک جا داریم و هر انجمن ما البته در کارهای داخلی خود کلگیشان آزادی کافی خود داره، ولی زمانی که ما برنامه و گپای فرهنگی می داشته باشیم جمعاً با انجمنهای خود ما جمعاً یک جای کار میکنیم. فهیم زیایی، منشی اتحادیه خراسان در هلند. کسانی که فرهنگ دوست هستند از هر کشور دیگه هم که باشن، برشان جالب است که خب بفهمند درباره نوروز و ما هم خیلی کوشا هستیم که همین نوروز و همین فرهنگ بتانیم به دیگه کسایی که از غیر از فرهنگ شرق هستند، یعنی غربی ها، همین هلندی ها، برشان به معرفی بکشانیم. جشن نوروز در چند دهه گذشته در داخل افغانستان با ناامنی و با مخالفت‌های زیادی طالبان همراه بوده و در نوروزی همین امسال هم طالبان به مهمانان نوروزی هتل در کابل حمله کردند و آنها را به گلوله بستند. حیدر اورنگ، کنسول سفارت افغانستان در هلند. امروز ما نوروز شرایط تجلیل می کنیم که ما عنقریب انتخابات ریاست جمهوری در پیش داریم. از مردم باشامت خود تقاضا را دارم که برن پای صندوق های رای و به شخص مورد اعتمادشان رای بدن تا بتانیم با یک هماهنگی و با اتحاد و همدلی شخص را انتخاب بکنیم تا بتانیم در آینده نوروزهای بهتر و خوبتر در وطن خود داشته باشیم. نوروز واقعی افغانستان زمانی است که مردم مائل یا مجبور به ترک وطن نباشند. مارینا ظفری مجری سابق تلویزیون تولو در افغانستان بود و حالا مدتی است که در هلند پناه جوست. مارینا مجری مراسم نوروزی این شب بود. بر اساس قوانینی که دولت هلند داره فعلا در لیست کاریشان نیست که کسی بیاید بگه من ژورنالیست هستم، که ما در ژورنالیست بودیم در افغانستان، برشان جواب داده شد و می لحاظ مشکلات خاص را هم گذراندیم، هنوز هم در کمپ هستیم و مبارزه می کنیم داریم. ترانه های احمد ظاهر به عنوان نشان مقاومت در برابر زورگویی های طالبانی در این جشن گشته و برگشته صدا داد.